سلام به همه موزیک بازای خفن چطور متورین میخوایم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که دیشب خیلی بحثش داغ بود همکاری بین تتلو و توهی که قرار بود اسمش خلش باشه یعنی اسمش خلش بود یا آهنگ یعنی توی ظرف یک هفته تصمیم گرفته شد که ساخته بشه صحبت های همکاری و فیت این داستانش شد ساخته شد رکوردم شد ولی به اختلاف خوردن و کنسل شد حالا من یه سری از استودیای تتلو رو خوندم که برام فرستادین که گفته که باید یه تغییراتی میدادی و من آهنگ مثلا زیر چهار پنج دقیقه اگه با کیفیت باشه نمیخونم و این داستان ها و اینکه توهی استفاده ابزاری کرده از من به خاطر تبلیغ سایتش و حرف گوش من نمیده آهنگ مزخرف میشه من نمیخوام اگر هم پخش شد بدونید که دزدی من رضایت ندارم خب تو اتفاقا توهی من رفتم همون لحظه لایوش داشت شما همین صحبت میکرد دیشب حالا ساعت ده تو بود داشت میگفتش که حالا من قسمت آهنگش رو دیر رسیدم در سایتش ساعتش دوزدی این داستان و اینکه گفتش هولش شاید با یک کس دیگه منتشر بشه شاید تنهایی منتشر بشه حالا این وسط خیلی اومدن از من پرسیدن توی دایرکت که به نظر تقصیر کدوم بوده حالا قبلش که اختلاف نداشتن میگفتن به نظر آهنگ خفن نمیشه یا نه خب وقتی آهنگی منتشر نشده من چجوری اظهار نظر کنم که خفنه یا نه بعد مثلا جوابم نمیدم برمیخوره بهشون که مثلا میگن چرا جواب نمیدی خب این از این بعدش که به اختلاف خوردن گفتن که تقصیر کیه چرا مثلا اینجوری شد و اینکه اگر کدومشون تنها به خونه این آهنگ, آهنگ خفنی میشه مثلا اگر توهی به خونه تنها آهنگ خوب میشه مثلا من طرف داره اینو پرسیدن یا اگر مثلا تطلو تنها به خونه آهنگ خیلی خوبی میشه همشون هم اصرار داشتن که با توجه به مهارت و تکنیک هایی که دارن <applause> جالبه ببین اول اینکه این آهنگ اگر جفتشون با هم میخوندن آهنگ قشنگی میشد و در غیر این صورت به نظر من توهی اگر بخونه قشنگ میشه درسته؟ چون صاحب امتیاز کار توهی دیگه بیت مال توهی بوده تکس اولی هم توحی توهی بوده پس تطلی چیزی بوده که اضافه شده و میتونه کمم بشه از روند تولید این آهنگ حالا اینکه بگیم تقصیر کی بوده ببین خب عوامل مختلفی ما هم خبر نداریم از اتفاقایی که بینشون افتاده اما چیزی که تطلو گفت گفتش که به حرف من گوش نمیده فکر میکنه که خودش بلده و این داستانا منم تو آهنگی که بی کیفیت باشه کار نمی کنم اگه شد دزدی و این داستان این حرفا رو زد اما بیایم یکم منطقی فکر کنیم انصافا انصافا یکم منطقی فکر کنیم ببینید توی این چند سال تتلو چه همکاری حرفه ای داشته با یه برند کار کرده بجز گرگ دو که اونم باز من در مورد صحبت کردم یکم مشکوکه چرا مشکوکه؟ چون اگر خاننده ای رو بخوایم مهمان بیاریم خب میشه توی کاور توی تایتل آهنگ اسم اون خواننده دوم آورده میشه یعنی باید میشد تطلو فیت ام جی هم توی کاور هم توی تایتل خود آهنگ در صورتی که اینجوری نبود و یه سوتیل دیگه ای که داشت این بود که تقریبا 90 درصد آهنگ و تطلو خونده بود 10 درصد ام خونده بود نمیشه که همچین چیزی بعد بگیم که MJ جی فیت تتلو نه این که مشکوک بود غیر از اون من یادم نمیاد که همکاری با برند داشته باشه تتلو توی این چند سال برند منظورم چیه کسی که احتیاج به شناخته شدن نداشته باشه یعنی نخواد که مثلا با تتلو شناخته بشه امسال کسایی که الان اطراف تتلو هم با واش کار میکنن مسلما هیچ پیشینه ای ندارن شاید پیشینه داشته باشن اما معروف نیستن بیشتر دنبال اینن که خودشون دیده بشن امسال معراج یا فروخ یا یکی ها بودن حسن بابا یه سعید انصار بینشون برنده که اونم یه کارشو بلده فکر میکنم و تطلو نمیتونه اظهار نظری بکنه ولی بقیه اینا مطمئن باشین صف تا صد کار تطلو میاد توی کارشون دخالت میکنه و ممکنه اصلا یه کار رو صد درصد عوض بکنه و اونا هم برای این که دارن با یه برند کار میکنن تطلو برنده دیگه شناخته شده است وقتی اینکه که دارن با یه برند کار میکنن و میخوان که خودشون دیده بشن چیزی نمیگن ولی وقتی که تطلو میاد مثلا به توهی میگه که این کارو نکن اون کارو بکن یکم خب خودمون رو جای توهی بذاریم برخورنده است به نظر من اینا جفتشون صاحب سبکن صاحب استایلند جفتشون سابقه خیلی زیادی دارن هر کدومشون فکر کنم الان نزدیک ده پونزه سال سابقه کاری دارن پس نمیشه امر رو نه کرد براشون یکم است و زورگویی و خودخواهانه است به نظر من حالا اینکه مثلا فرض کنیم تطلو خودش رو بالاتر میدونه این خب فرضیه یه ماست دیگه ممکنه واقعیت نداشته باشه واقعیت اینه که این دوتا از اول با هم دیگه شروع کردن اولین آهنگشون با هم بوده چه بسا که توهی یکی دوتا آهنگ هم قبل از اون آهنگ داشته باشه الان قطعی نگفتم ها میگم شاید خلاصه که اینجوری پس به نظر من اینجا تقصیر کار تتلو بوده که خواسته نظر شخصیش رو اعمال بکنه روی پروژه ای که بسته شده بوده تقریبا و به عنوان خواننده مهمان اومده حالا نبگیم مهمان به عنوان خواننده دوم اومده خواننده اول که دیگه نبوده پس ارجهیت با نظر اون خواننده اوله خانده اول هم توهیه هم سوجهش رو داشته هم شعرش رو نوشته تا بخشی که مربوط به خودشه و همین که بیتش رو آماده داشته این که بیاییم بگیم نه این حق با تطلعه یکم جانبداری متعصبانه است به نظر من یعنی چیزی که حداقل از بیرون دیده میشه اینه اینه که تتلو خیلی وقت با یه برند کار نکرده شاید اصول ایش رو فراموش کرده که آقا این صاحب امتیاز کاره من به عنوان خواننده مهمانم میتونم روی بخش خودم اعمال نظر بکنم روی بخش خودم میتونم اعمال نظر کنم و اونو تغییر بدم درسته؟ چه از لحاظ محتوا چه از لحاظ استایل اجرایی که اونم فکر کنم ضبط کرده بود فرستاده بود که توی هی میکس مستر کرد بود پخش کرده بود توی لایف دیگه یادتون باشه اون تقریبا یه آهنگ کامل بود که تتلو گفتش قد کن قد کن دیگه بیشتر از این نباشه تقریبا نصف آهنگ و یه کورس و یه ورس و ما شنیدیم ازش که هرچند نامفهوم بود ولی آهنگ تقریبا کامل میشه گفت بود یعنی تتلو ضبط کرده بخش خودش رو فرستاده براش اینکه بعد از مثلا یکی دو روز نظرش عوض بشه و بخواد تغییرات بده یکم داستان داره به نظر من درست نیست و اینجا من حق رو به توهی میدم حداقل تا جایی که من اطلاع دارم متوجه ایجی میگم آره ولی خیلی اتفاق باحالی میشد اگر این همکاری شکل می گرفت و این دوستی دوباره پا می شد حالا کاری به مسئله هاشیهیش ندارم که الان توهی تو چه جایگاهیه تکده تو چه جایگاهیه ولی بذاریم بگم توهی الان خب نمیدونم چه جوری ولی خیلی شناخته شده است متاسفانه یا خوشبختانه به واسطه که مثلا حرفش هم شناخته شده است حالا نمیدونم دیدین یا نه توی جشوارهای مختلف دعوت میشه حتی جایزه میبره خیلی از دوستای خواننده حرفه داره خواننده حرفه نه صرفا ایرانی خارجی توی لایواش هم بحث دیدین که با همدی صحبت میکنن یا حتی فالوینگاش رو ببینین کسایی که فالوش کردن خیلی آدم های خفنی دنبالش میکنن خب ولی برای تطلو همچین اتفاقی نمیافته یا شاید هم بیفته شاید خیلی ها رو بیشتر از توهی بشناسن ولی نمیگن خودتون دلیلش رو میدونین چرا نمیگن چون خیلی تو خاشی است یه تیتر ویدیو دیدم توی یوتیوب که برای امین فردین بود فکر کنم آره توی ایسپلور یوتیوب اومده بود برام که نوشته بود حسن آقا امیری فکر کنم اسمشه آخونده که خل سلا لباس شده این داستانه خب که اون گفته که من مثلا تطلو گوش, می، گوش میدم خب این آدم اصلا به قیافش نمیخوره که تطلو گوش بده ولی تطلو گوش میده خیلی های دیگه هم ممکنه تطلو رو بشناسن دنبال بکنن ولی مخفیانه یعنی فالوش نکرده باشن ولی میان مثلا تو صفک سر میزنن آهنگاش رو پیگیری میکنن این داستانم خلاصه که من دوست داشتم این همکاری شکل بگیره یعنی واقعا وقتی شنیدم خوشحال شدم چون تی ان گوره باحالی بود آهنگای باحالی میتونست با همدیگه بسازن و سبکشون هم چقدر به همدیگه میومد خدا کنه که سر عقل بیان آشتی بکنن و برن سر <applause> زندگیشون یک کار مشترک بدن اتفاق خوبی می افتاد. چون سال پیش سال پیش بود دیگه آره توی آلبوم فرکانس خیلی همکاری های غیر منتظره شنیدیم حالا این همکاری که مثلا منتظره بود جذاب بود همه مثلا حد می زدن که این دوتا ممکنه باز هم یه روز به همدیه دیگه به پیوندن حالا اینکه نشد یکم بده ولی امیدوارم در آینده دوباره بشه و این دوتا آشتی بکنن همین نظر شما چی در مورد این داستان یکم هاشیهی شد ولی چون خیلی از هم سال پرشیده بودن پرشیده بودن گفتم که یه ویدیو ضبط کنم به جای اینکه مثلا دونه دونه دایرکتر رو جواب بدم میتونم میتونی بنویسین که به نظرتون هلش اگه بیرون میومد چه جوری میشد و به نظرتون مقصر کیه و کاش میشد که هله منتشر بشه دمتون گم که تا آخر دیدین سابسکرایب و لایک و کامنت نظرتون رو فراموش نکنین بزنین برای ما که ما راجب صحبت کنیم توی کامنت ها جواب میدم مرسی دمتون گم همراه بودین ام.